سلام به وقت چرته و بازم من قبل از اینکه بخوام یه چرتی بزنم تصمیم گرفتم یه مروری داشته باشم بر خبرهای هفته گذشته. دیگه این هفته میکروفونم گرفتم راست کردم اینجا که تازه سرم بالا پایین میکنم اینجا باشه، مثلا ممکنه صدا قطع و وصل بشه، برای همین گذاشتیم اینجا. نورم که دوستان گفته بودن نمیدونم نور بذار و نور زیاد کنه اینا، دیگه الان مشخصه دیگه، من همیشه جلوی پنجره میشینم و این نورم نور خورشیده دیگه، یه نور خورشیدی که دیگه قوی تر نداریم که من بگیرم بذارم جلو. و حالا امروز یه مقدار نور بیشتر سایه هم انداخته تازه اینجوری اینجا و اینجا و اگر نه همیشه نور روزه. دیگه خدمت رو عرض بکنم که دیگه چی میخواستم بگم، آبم که میخوریم چون یه سری از دوستان دلشون تنگ شده روز آب خوردن من، ولی شما هم آب بخورین، آب خیلی خوبه. بریم سراغ خبرها. نماینده مجلس: برادر رئیس جمهور دزد است، کاری با اون نداریم. خب دیگه همکاری و رفاقت و ایناست که نمیشه که با همکارش آدم مشکل ایجاد بکنه. ما فقط به دنبال همون پلیس راهور هستیم که مزاحمت ایجاد کرده بود واسه یکی دیگه از همکاران ایشون موقع خلاف. اون باید درس عبرت بگیره و دیگه این غلطو نکنه. دیگه همکاره. عضو که دیگه اذیت نمیکنه. سفیر پیشین ایران در چین: قرارداد 25 ساله با چین موتور اقتصاد ایران رو روشن میکنه. پس این همه ساله نمیدونم 40 ساله دارین میگین نمیدونم سال جهش اقتصادی و جنبش اقتصادی و نمیدونم ورجه بورجه اقتصادی و ریخت و پاش اقتصادی، این همه با موتور خاموش بوده، تازه قراره چین الان بیاد روشنش کنه. خسته نباشین. قالیباف: ابرقدرت‌ها در مقابل اراده ملت ایران زانو میزنند ولی مردم در صف مرغ هستند. جان شیرینو گفته چی گفته؟ ابرقدرت‌ها در مقابل اراده ملت ایران زانو میزنند ولی مردم در صف مرغ هستند. اهل کاشان نیستم، اهل مشهدم، خلبانم، روزگارم بد نیست، 3 میلیون در حساب دارم، با دستانم آهنهای گداخته را از هم باز می کنم. بهتر شدم. انجمن صنفی مرغداران گوشتی خراسان رضوی: خوراندن تریاک به مرغ‌ها برای افزایش وزن کذب است. بله، تریاکی که واسه خودشون نگه میدارن به مرغ آتشخال میدن بخوره چاقشه دیگه، تریاک بدن مرغ چاقشه. این مرغداران گوشتی هم هفته پیش من گفته بودم نمیدونم مرغ گوشتی و مرغ چوبی که البته شوخی کردم، یه سری دوستان گفته بودن نه ما مرغ تخمی هم داریم، مرغ گوشتی داریم مرغ تخمی داریم. من فقط فکر میکردم مسئولان تخمی داریم، در صورتی که مثل که مرغ تخمی هم داریم. حتی خدای چوبی و گوشتی خیلی بهتر از تخمی ها. خب حالا اطلاعاتمون هم اضافه شد دیگه، دست شما در نکنید. واحدهای مرغ مادر جوجه ها را قاچاق کردن. چین گفت مادر جوجه ها را بگیرن بلای دیگه زرشون آوردن. کاش واحدهای دیگه هم مادر بقیه رو همین قاچاق میکردن فقط. روزانه 220 یورو حقوق برای نظارت بر ذبح شهری مرغ. 220 یورو کمشونه. تو نگاه کن با این قیافه معصومش کله مرغ رو گرفته دستش داره چک میکنه ببینه ذبح شهری بوده یا نه. 2200 یورو باید بهش بده. حق و رعایت بکنید. عدل و انصافتون کجا رفته؟ مقام صنفی ایران: به برخی کارگران برای مقابله به کرونا مرخصی اجباری بدون حقوق میدهند. کاش که این کنکور چک کردن ذبح شهری مرغ رو میگفتین چجوری باید شرکت کرد توش، این بیچاره‌ها برن اونجا حداقل توی این مدت این کار رو انجام بدن، 220 یورو بگیرن به جای 5 دلاری که حقوق ماهیانشونه. امام جمعه مشهد: ایران بهترین مدیریت رو در کل کره زمین درباره کرونا انجام داده است. این بنده خدا یا مدیریت نمیدونه چیه یا کل کره زمین رو نمیدونه چقدره یا اون تریاکا رو دادن به این، یکی از ایناست. ستاد مقابله با کرونا در شهر تهران: هر 16 دقیقه یک بیمار کرونایی در تهران فوت میکنه. این همون نتیجه مدیریت بی همتای کرونا در کل کره زمین ها. این تازه اینجوری بود اگه یعنی مدیریتمون تو کره زمین نمونه نداشت ببین چه اتفاقی افتاده بود. حسن روحانی: نمیتوانیم تا تابستان منتظر واکسن داخلی بشویم. خب برنامه چیه الان؟ چی میخوایم؟ میخوایم یه موز برد بگی بخواب. نمیشه منتظرمون بعد چیکار کرد؟ واکسن کرونا در بازار سیاه ناصر خسرو 60 میلیون. آها آره، تا تابستون نمیتونن منتظر بمونن دیگه. ما همین الان میریزیم تو بازار سیاه مردم برن بخرن. منظورش این بوده بیچاره. سخنگوی ستاد مقابله با کرونا: واکسن آنقدر زیاد نیست که با لباس خرسی تبلیغ کنن. کسی با لباس خرسی واکسن تبلیغ کرده بوده؟ فقط با
لباس رئیس جمهور رو بقیه مقامات تبلیغ میکنن هر هفته واکسن. منظورت هم اونان یا خرس دیگه ایمده نظر من نمیفهمم چیه. وزیر بهداشت 45 روزه واکسن هر جهشی رو میسازیم. خب میخوای آقای رئیس جمهور هم در جریان بذار، چون بیچاره فکر میکنه تا تابستون خبری نیست، همه واکسن خارجی رو ریخت تو بازار سیاه ها. بهش بگو یه واکسن جهش مغزی هم واسه خودتون به نظرم توی 45 روز درست بکنید که هر هفته نیایی حرفتو عوض کنید. باشه. رئیس مؤسسه رازی، این واکسن تنها واکسنی است که در جهان مشابه ندارد. آره دیگه، چون پوشش شطوره، بقیه واکسن هم چیزی نمی استفاده نکردن. حالا آفرین، دمتون گرم، خیلی باحال. فقط کی قراره که واکسن بزنید اینو بگید. علم الهدا، انعقاد نماز جمعه مشهد عامل شیوع کرونا نیست. و تو چرا تا زیر دماغتو با هم پیچی کردی؟ میگه خطری نداره. سعید گوله نمکی، وزیر بهداشت، افزایش آمار کرونا به دلیل سفرها و صف مرغ است. آها دیدی، صف نماز جمعه نبود، صف مرغ و سفر. مردم میرن سفر و صف مرغ، کرونا میگیرن، میرن صف نماز جمعه خوب میشن. اصلا صف نماز جمعه خوبم هست برای درمان کرونا. بفرما، ابتلا به کرونا در مراسم مذهبی را بسیار بزرگ نمایی میکنن. آره بابا، بی خودی گندش نکنین، تو مراسم مذهبی خوب میشن همه، تو کرونا رو شکست میدن. غیر مذهبی که بشه کرونا جیه رو باجرشون میکنه. خیلی حساس روی غیر قبل از مذهبی رو. نمکی، دعای مومن دعای مومنان در ماه رمضان بزرگترین حربه کارساز در مدیریت کرونا است. اما مدیریت بی همتای ما در کل کره زمین همین این بود، دعا. با دعا خوب میشم. واکسن که نیستن، همین مدیریت کارساز همینه، دعا کنید. وزیر راه و شهرسازی ایران درباره اتوبوس زائران بدون ماسک، راننده و شرکت اتوبوس جریمه شدن. میگه راننده و شرکت اتوبوس این ضرر زده بودن، همونی که زده بود و جریمه میکردین دیگه، برای چی راننده و شرکت اتوبوس جریمه کردین؟ خوب چهار تا جرقه اتوبوس رو پنجر نگردن. حالا هر کی دیگه بود مثلا همچین کاری کرده، اون که فیلم گرفته بود و پخش کرده بود و تیک پارش کرده بودن. بفهم، پلیس ایران انتشار تصاویر دوربین های مدار بسته از صحنه سرقت و چاقوکشی رو جرم خواند. شما با دوربین موبایلت، با دوربین مدار بسته اینا از جرم و جنایت و چاقوکشی و اینا فیلم بگیری، تو مجرمی، پدرتو در میارن. اونا که دارن کارشون رو انجام میدن، وظیفه شونه. همون آقای قبلی هم که گفته بود ماسک نزنید و اینا، دیدی که پشت کاری نداشتن، کار درست رو داشتن میکرد، اتوبوسو جریمه کردن. نایب رئیس کمیسیون صنایع مجلس، نباید بگذاریم خودروهای خارجی به کشور وارد شود، باید با همین خودروهای داخلی نسل هموطنان را از روی صفحه روزگار محو کنیم. رئیس پلیس راهور تهران، در بهمن ماه 26 نفر به خاطر خاموشی خیابان‌ها جان باختند. دیگه همه راهی استفاده میکنن دیگه برای رسوندن مردم به خدا دیگه، از طریق خاموشی خیابون‌ها و خودروی داخلی و تولید نکردن واکسن و اینا، مدل‌های مختلف دیگه برای تلاششون دارن میکنن دیگه. واقعا خسته نباشید بهشون. حسن روحانی، همین امروز هم میتوانیم غنی‌سازی 90 درصدی انجام بدهیم. این باز از اون جمله هاست که یوزر ها غلط تایپی داره، یه نقطه اضافه داره، غنی‌سازی 90 درصدی مد نظرش بوده، که البته من مطمئنم 190 درصدی هم میتونن انجام بدن این بزرگوارا. 90 درصدی کمه، این 190 درصد 290 درصد هم میتونن انجام بدن، فقط واکسن نمیتونن تولید کنن. اینو همین امروز هم میتونن انجامش بدن. وعده انتخاباتی زرقامی، رئیس جمهور شوم هر کاری که روحانی کرد خلافش رو انجام میدم. یعنی میخوای خودت نگه داری تو این همه سال؟ دل رودت پاره پوره میشه، اذیت میکنی خودت، اینجوری نکن با خودت. به نظر من اگه شدی نه این کارو نکن، اما همون کاری که آقای روحانی کرد شما هم ادامه بده، که اول روده خودت میگم. جواد ظریف، نگرانی من از رأی آوردن است نه رأی نیاوردن. نگرانی بقیه هم همین، فکر میکنم نگران همین اینه، چون برات میگم در طول این 8 سال شما خیلی روداتون اذیت شد، میخوای بازم ادامه بدید؟ خب بر خودتو به کشتن میدی. یا انتخابات ریاست جمهوری 1400، فائزه هاشمی، احمدی نژاد به من پیشنهاد معاون اولی داده بود، محمود احمدی نژاد تکذیب میکنه. اونا خودشون هم اینا رو قبول ندارن، بعد اینا واسه خودشون دیگه شاه و وزیر دارن تعیین میکنن دیگه، بعد تکذیب هم میکنن.
عبدالرضا داوری تکذیبیه دفتر احمدی نژاد در مورد سخنان فائزه هاشمی بی اعتماد، یعنی تکذیبیه احمدی نژاد هم تکذیب کردن، یعنی یارو میاد تکذیب میکنه بعد تکذیبی اونم تکذیب میکنه بعد حرفای اون یکی رو اون تکذیب میکنه، اصلا خیلی باحاله. چرا هماهنگ نمیکنن اینا با هم دیگه حرف میزنن؟ حسن روحانی: انتخابات پرشور از نان شب واجب تر است. نان شب که نان شبی وجود نداره، نه نان شب هست نه نان صبح هست نه نان ظهر، مردم نان ندارن. پس واجب نیست دیگه، چیز خاصی نیست. پس بی خیال. پزشکیان: بنزین باید 20,000 تومان شود. چرا کم کشتینشون دفعه قبل و دنبان اختشاشگر معرفیشون کردیم؟ حالا این دفعه خواستن قیمت بنزین رو افزایش بدین، حداقل رئیس جمهور رو خواب بیدار کنید، مشکلی پیش نیاد. مسبب مجلس: برای سقط جنین تصمیم مادر تعیین کننده نیست، شورای به عضویت دو فقیه نظر میدهند. بله، شورای به عضویت دو فقیه سر رو در رحم مادر کرده و آنجا چک میکنن، نظر میدهند. مادر تعیین کننده نیست که، نه مادر نه دکتر. شما فکر کردی اختیار داخل تنبان خودتون در اختیار خودتان است؟ اشتباه میکنید. علی دائم الراست مطهری: حجاب مربوط به بانوان است به دلیل طبیعت خاص آنها. فقط تو کشور ما این شرایط هست که، چون جاهای دیگه این طبیعت خاصو ندارن. البته فکر میکنم طبیعت خاص شماست بیشتر که با دیدن دست و چونه و دماغ و گلو و هر چیزی که میبینید تعریف میشید. خانم ربطی نداره. آنچه امروز وجود دارد حجاب اجباری نیست. آره، حجاب زورچپانی است. به دلیل قضاوت کمک داور زن، شبکه ورزش دقایق پایانی بازی تاتنهام و منچستر را سانسور کرد. این هم حجاب چیزه، حجاب اجباری ما نداریم، حجاب کاملا اختیاریه. با این فرم که شما اختیار داری که بقیه مسابقه فوتبالی که داوری زنه رو از طریق رادیو دنبال کنی. این اختیار رو در براتون در نظر گرفتن. خودی گنده نکنید مسائل رو. واکسیناسیون ورزشکاران المپیکی ایران: زنان از روی لباس واکسن زدن. فکر کنم متحری اون دور و برا بوده، گفتن اگه واکسن مثلا بخوان رو بازوشون بزنن حالیش نیست که، در و دیوار و شلوار این همه چی رو پاره پوره میکنه. صالحی امیری: حضور زنان وزنه بردار در رقابت‌های بین‌المللی نشان دهنده تلاش ما برای برابری جنسیتی است. واقعا بیچاره که داره با این بغچه‌ای که کردینش توش وزنه می‌زنیم، برابری جنسیتیه مثلا با رضازاده و فرم لباسمون اینه یکیه. آها، چون وزنه دارن میزنن جفتشون برابرن. خب رو هم میرن، از این نظرم برابرن. خیلی برابری جنسیتی داریم ما تو کشور. معاون حوزه‌های علمیه: بزرگترین نعمتی که خدا به بشر داده نظام مقدس اسلامی است. آره راست میگه، بزرگترین، درازترین، کلوفترین، اصلا همه چی تمومترینه. منم تایید میکنم، کاملا داره درست میگه. خب اینم از خبرهای ناب این هفته. امیدوارم که خوشتون نیومده باشه، چون واقعا خبر خوش اومدن نداره. ما هم برای خوش اومدن نمیگیم، فقط سعی میکنیم که یه خورده نرمش کنیم. این اشتراک رو من بازم گذاشتم دیگه، که دوستان میگفتن چند نفره دیگه، همین قدری که دارین میبینید دیگه. اینجا هم هست، رفتم چک کردم، اینجا هاست. یه دکمه سابسکرایب میزنید، سابسکرایب میشه. قرمزه میزنید، خاکستری میشه. فکر میکنم ببینید چقدر تحقیق کردم. صدارم که امیدوارم خوب بوده باشه دیگه، یه ایرادی داشت دیگه. این میکروفون گرفتم، میکروفون خوبم گرفتم. چی بود دیگه؟ همین دیگه. قربون شما.